حملات فشرده و کوبنده طالبان بر مواضع مقاومت دوم بر پنجشیر و چند نقطه دیگر. دو طرف ادعای پیروزی دارند. ادعای طالبان از تصرف دوباره شتل در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. طالبان میگویند که حل مسئله پنجشیر از طریق گفتگوها تا اکنون بی‌نتیجه مانده است. پنجشیر در حدود 80 کیلومتری شمال کابل یگانه ولایتی است که طالبان تا اکنون نتوانستند وارد آنجا شوند. امیرخان متقی، رئیس کمیسیون ارشاد و دعوت طالبان، در پیامی که امروز در استانبول در تویتر نشر کرد، گفت که تلاش‌ها ادامه خواهد یافت تا مسئله پنجشیر از راه گفتگو و مذاکره حل شود. آقای متقی افزود: ما خیلی کوشش کردیم که موضوع پنجشیر را از طریق مذاکره و مفاهمه حل شود. با علمای پنجشیر ملاقات‌های متعددی صورت گرفت. همچنان در چاریکار و پروان هم با مسئولین پنجشیر مجلس برگزار شد و روابط تلفنی هم برقرار شد، اما تا حالا متاسفانه کدام نتیجه نداده است. مخالفان طالبان در پنجشیر که خودشان را جبهه مقاومت دوم می‌نامند، تحت رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین مجاهدین تشکیل شده است. بسم الله محمدی، سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، در تویترش امروز نوشت که طالبان حملات سنگینی را در جریان شب گذشته بر ولایت پنجشیر راه اندازی کردند. محمدی ادعا کرده است که این حملات با شکست روبرو شده و طالبان هم تلفات سنگین دیدند. آنسو زبیولا، مجاهد از سخنگویان طالبان، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان این گروه در مناطقی از ولایت پنجشیر پیشروی داشتند. آقای مجاهد افزود: برخوردها از دو سه طرف صورت گرفت. آنها بالای مجاهدین ما حمله کرده بودند. مجاهدین ما در حومه ولایت پنجشیر هستند. ما را به واکنش مجبور ساختند. مجاهدین ما پیشروی هم دارند. خواوا گرفته شده. همچنان پوسته های مختلف در جبل سراش هم گرفته شده. پیشروی ادامه دارد. شماری از باشندگان پنجشیر میگویند که به مقاومت در برابر طالبان ادامه خواهند داد. یکی از آنها در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس به طالبان چنین پیام داده: ما مجاهدین سابق هستیم، آگاه شدیم که طالبان میخواهند به سوی پنجشیر حرکت کنند. ما در مقابلشان تا آخرین قطره خون ایستاده هستیم و از ملک ما، وطن ما، نوامیس ملی ما و تمام افغانستان دفاع میکنیم. در جریان زدخوردهای پراگنده در اطراف ولایت پنجشیر، هر دو جانب ادعا میکنند که به همدیگرشان تلفات وارد کردند. برقرار کردن تماس با پنجشیر هم دشوارتر از گذشته شده، زیرا طالبان چندین استقامت این ولایت را محاصره کردند. در روزهای گذشته خدمات اینترنتی و مخابراتی در پنجشیر گاهی قطع و گاهی هم دوباره وصل شده. با سقوط شهر کابل در 15 آگوست و فروپاشی نظام امرالله سالک خود را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده، با شمار دیگر از مقامها و نماینده های ولسی جرگه به پنجشیر رفت و در آنجا با احمد مسعود در صف مقاومت پیوست. طالبان تا اکنون نگفتند که گام بعدیشان در مورد پنجشیر چه خواهد بود، اما ظاهرا تاکید کردند که به گفتگو درباره این ولایت ادامه خواهند داد. ادعای طالبان از تصرف دوباره شتل در پنجشیر. جنبش طالبان ادعا کرده است که منطقه دیگری را نیز از نیروهای مقاومت در استان پنجشیر در شمال افغانستان پس گرفتند. با گزارش اسپوتنیک، جنبش طالبان ادعا کرده است که منطقه دیگری را از نیروهای مقاومت در استان پنجشیر در شمال افغانستان پس گرفتند. این خبر را روز چهارشنبه خبرگزاری افغانستان باختر به نقل از جنبش رادیکال گزارش داد. صحبت در مورد منطقه شتل می باشد و این آژانس می گوید 10 تن از نیروهای مقاومت کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. افزون بر این، طالبان دو تانک، یک خودروی زرهی و مهمات را نیز به دست آوردند. نیروهای مقاومت هنوز هیچ در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این امیرخان متقی گفت: ما بسیار تلاش کردیم که موضوع پنجشیر را از طریق گفتگو حل کنیم. با علمای پنجشیر ملاقات متعدد داشتیم.
در چارکار پروان با مسئولین مذاکره صورت گرفت، اما متاسفانه تا کنون نتیجه نداده است. ما باز هم تلاش میکنیم که جنگ صورت نگیرد و هم موضوع پنچیر وارامی حل شود. متقی در این نوار صوتی مقامات دوم را مؤثر نمیداند و میگوید زمانی که به همکاری ناتو و آمریکا چیزی نتوانستند، اکنون نباید جنگ رخ دهد. در این حال طارق یزدان پرست، یکی از خبرنگاران محلی در پنچیر، گزارش داده است تازه حمله گروه طالبان در ساحات شتل و جبل سراج به شکست مواجه شده، تلفات سنگینی بر این گروه وارد گردیده است. ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است تازه گفتگو با جبهه پنچیر نتیجه نداد، حالا با جنگ میگیریمش. طارق یزدان پرست همچنان گزارش داده است طالبان از اطراف ولسوالی شتل ولایت پنچیر شکست خوردند. بیمارستان چارکار پر از اجساد و از زخمی های طالبان شده است. در این حال وطن توده روی تویترش نگاشته است همین اکنون جنگ در پنج منطقه شدیدن جریان دارد: در گلبهار پروان، در جبل سراج پروان، در اندراب بغلان، در شتل پنچیر. تا کنون طالبان تلفات سنگین دادند. نجیم خراسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است انا لله و انا الیه راجعون. اولین شهید مقاومت دوم واحد خان. واحد شوخ چگونه آن شوخی هایت را از یاد ببرم؟ گرچه زیاد با هم ندیده بودیم جز چند بار، حال فکر میکنم تمام عمر با تو در تماس بودم. واحد مرد، دیدار ما و قیامت، قصه شهامت و مردانگیت را کردن رفیق، جوان مردانه جنگیدی. فهیم فطرت روی صفحه فیسبوکش نگاشته است رهبران سیاسی فدراتیف روسیه و متحدانشان طرح تجزیه افغانستان را به بحث گرفتند. ملک ستیز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است در جهان سیاست ما شاهد مزدوران معروف بودیم، اما پس از جنگ دوم جهانی هیچ اجیری را بسان خلیلزاد نمی شناسیم که سرزمین و آزادگاهش را به این سطح زبون کرده باشد. خلیلزاد بازی خطرناکی را مدیریت کرد، اما تاریخ مهر سیاهی را بر جبین او خواهد کوبید. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر، بدرود.